قبیل بدیم بریم جلو. قبل از اینکه من شروع کنم به کلاس و درس دادن و توضیح دادن کل مطالبی که باهاتون کار دارم به مدت 4 ماه آتی که ما با هم دیگه کلاس داریم، لازم ذکر میدونم که هولوش 5 دقیقه با هم دیگه صحبت خیلی جدی بکنیم. یک، من شاگردی نمیخوام عادی بیاد 30-40 بزنه از این کلاس بره بیرون، به هیچ وجه من در وجود. اگر امروز اومدی سر کلاس من، شمایی که جلسه صفر اومدی، شمایی که امروز روز رایگان پاشدی اومدی سر کلاس من، از شیر مادر این جلسه حلالتره، ولی به ناموس زهرا اشتباه میکنی میای سر کلاس من. اگر میای سر کلاس من و دنبال 30-40 زدن هستی، اشتباه اومدی آقا جون. یادت باشه کسی که میای سر کلاس من، اگر سالهای قبل اومدی سر کلاس من، میدونی این موها اینجوری الکی تو آسیاب سفید نشده، موها رو سفید کردم که به تو یاد بدم. 30-40 تو همه کلاس هم میتونی بزنی خیلی راحت. اگر اومدی این کلاس، اومدی بزنی 80-90 به بالا بری بیرون، اومدی 100 بگیری، اومدی حق تو مثل من که حقم از زندگیم گرفتم بگیری از کنکورت، بری دنبال زندگی. من اومدم اینجا بهت راه زندگی کردن و راه عربی خوندن یاد. من اومدم اینجا که این 4 ماه پشت باشم. من اومدم اینجا که از فردا بزنیم با هم دیگه ساعت 6 صبح بیدار شیم تا دم کنکورت، و از فردا به همه نشون بدیم، به یه ایران نشون بدیم این کار واس ماست، این کار واس ماست، ترکوندن و وحشی بازی واسه هدف واس ماست. به یه ایران با یه امت نشون میدم، با یه کوه آدم که 3500-4000 تاشون همین الان قطعیان، 3000-4000 تاشون همین الان قطعیان، تا کنکور با هم دیگه میریم جر میدیم میریم جلو. یادت نره من اومدم اینجا که حق تو، تو از کنکور تو عربی بگیری بری میرون، ولش کنیم که کی چی میگه، ولش کنم کی چی حرف میزنه، فراموش کنم دور و برمو، اینجا نقاب بزنم کنار چشم و نبینم بقیه رو. بارها اینو گفتم، کنار چشم یه نقاب بزن، ول کن بقیه چی میگن، تموم شد رفت. از همه دون خواهش میکنم از امروز به بعد برای من، من مهمم، شاگردم مهمه و ننه آقاد مهمه. برای من از امروز اون زحمت هایی که 18 سال کشیده شده واسه و اومدی سر کلاس من، قرون به قرون اون 500-600 تومن هر چقدی که دادی واسه کلاس من اومدی و به ناموسم قسم حلال نکنم نمیذارم بری بیرون. جون نوشتم برای جونم رو میذارم میرم بیرون. نگاه کن، و از همه مهمتر 5 دقیقه بیشتر نمید بشه. 33 این 2 دقیقه من وقت دارم واسه دی توضیح بدم، بیشتر 5 دقیقه من تو صحبت نمی کنم، اصلا کارت دارم، اینقدر کارت دارم که حد و حساب نداره. یه نکته دیگه، فراموش کن اکثر کلاسامونو که بخواد 11 تموم شه، کار داریم با هم، کار داریم. این درس عین درسای اختصاصیته، میگم به والله قسم کفاره دار خوردم صد و نکشم بیرون ولت نمی کنم، ولت نمی کنم. تو نگاه کن، من با خودم کار دارم، با تو کار دارم، با ننه آقات کار دارم. تا تو رو جلوی اونا رو سفید نکنم ولت نمی کنم. نگاه کن ببین، آزمون میذارم زیر یه درصد بزنی رد میدم. من بچه اون بابام نیستم اگه تو را بدم سر کلاس. مطلب بعدی، مواظب باش، اصلا برای من مهم نیست کی چی میگه، برای تو هم نباید مهم باشه کی چی میگه. برای من از امروز 4 ماه من و تو ننه آقات مهمیم، واسه تو هم تو من و مادر پدرت مهم. تموم شده را اصلا ولی کن آقا، بذار هر چی را تیه. آقا دیوونه است اینجوری، آقا من دیوونم، آقا من احمق‌ترین آدم کره زمین. خوبه تو خوبی، بابا تو هم که اصلا آب میخوری تو کنکور که من اجازه میگیری داداش، نزد دهنمون باشه، تو خود آب میخوری تو کنکور من، اصلا من بده، تو خوبه، تو سست بزن، اصلا کل تونه ماهی مال تو، تو بشین تو رو سپر بشین، اصلا خوبه، همه چی مال تو، ما زندو عقب، ولی ما رو بسپر به کار خودمون، ما رو بسپر به حال خودمون. مگه من دخالت تو کار تو میگنم؟ مگه اسم یه نفر شما جلو دوربین تا حالا تو زندگیم از من دیدین؟ تو کلاس ها هم کسی نشینده. مگه من ایدئولوژیم نیست؟ انگوش مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. یادت نره تو اگه بخوای یه کوچولو کسی رو اذیت بکنی، مشت و علم کردن، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. مگه این ایدئولوژی؟ این اصلا یه ایدئولوژیه، ایدئولوژی منه، تموم شد.
من چقدر چی؟ من اینم، شاگردم هم اینه، چهار ما هم اینیم، چه پاره میکنیم میریم جلو. من شاگرد عادی نمیخوام، من شاگرد نرمال نمیخوام، من 7 ساعت خواب کامل نمیخوام، من نمیخوام تو حالت عادی باشی، آقا من میخوام تو غیر عادی باشی. مگر تو تمام بسته من نمینویسه یارو چی میزن؟ آقا من آقا من همه چی میزن، من قرقاتی، سنتی، سنتی اصلا میخورم همه چی رو، اصلا قورت میدم. خوبه؟ من همه کار میکنم. خوبه؟ آقا هرچی تو رو آروم میکنه من همونم. بلکن ما رو با شاگردام، ما همینیم. من تو دوستامم هم همینم، جلو ننه آقام هم همینم، همه چیم همینه، 22 سالم همینجوری درس میدم، تا آخرین جلسه مونم همینجوری درس میدم، بدترم میکنم با شاگردام، تیکه پاره هم میکنیم، این قندون هم میکنیم تو حلق تو. دیگه پله اون نگران شد، یه تیکه جاش رو تکون داد، گفت نکنه قندون، نه نمیفرده. و این ازتون خواهش میکنم، از امروز به بعد یه مون شاگرد غیر عادی میخوام. شاگرد غیر عادی که یادش باشه براش خیلی زحمت کشیده شد. شاگرد غیر عادی، شاگرد غیر عادی میخوام که یادش باشه پدر به من زنگ، این شاگردی سر این کلاسه که پدرش زنگ زده و با گریه به من گفته آی وایزی بالاخره پولش جور شد حسام من. اسم کوچیکت هم میگم، اسم کوچیکت هم میگم، دمت گرم. اون پدر رو باید سر تا پاشو تلا گرفت، مجسمش رو تو مملکت ساخت. با گریه زنگ زده بالاخره پولش جور شد. همین یه پسر دارم، تو رو خدا قبول میشه؟ گفتم مگه رو جنازم قبول چی آیه ایکس؟ اگه با همین عربی قبولش نکردم کنه. اگه شما زنگ میزنی با گریه، من گریه پدر دارم، با تلفن میشنم واقعا. گفتم بدونی مسئولی به تک تک این اشکا، بدونی مسئولی به تک تک اون ثانیه‌ای که 9 ماه مادر فقط نگاهت میکرد میشه جمعش و میگو بچم نکنه یه میلیمتر بالا پایش آزمایش میدادن، میگفتن یه میلیمتر این ور اونور شده. 10 شب پدره گریه میکرد، مادر خوابش نمیبرد، مادر گریه میکرد، این ور اونور 2 تا ونگ بیشتر میزدی، یه گوشه انگشت خون میومد، تمام دنیا به هم میریخت. اون اصلا همه رو ولش کن. اون نه ماهی که توی شکم مادر بودی و 9 ماه ثانیه اون مادر بودی، بهش مسئولی، بهش مسئول ترین. ولش کن 18 تا، ولش کن 40 سالو هنوز بدبختیات مال من الان ننه آقاته. و هنوزم هر کوکی میشی میری خونه اینا باز میگن بچم، و تنها جای دنیاست که هنوز بچه‌شونی و تا آخر بچه‌شونی به اون پول در آوردن اون ننه بابا، به اون من نمیدونستم تا 2 سال پیش یعنی چی این داستانا. اما موقعی که خدا به من دختر داد فهمیدم چه خبر باز. اما موقعی که یه لحظه دستم رو 2 دستی میگیره و بوس میکنه، میفهم که خدا چه نعمتی به ما داده و میفهم تو چه نعمتی واسه اون پدر مادر ازی و میفهمم که پدر مادرمون چه جونی واسه ما کندن. به این جونی که کندن به ثانیه ثانیهش تو مسئولی، من مسئولم، همه مسئولیم. این 8 دقیقه نیاز بود برات صحبت بکنم. واقعا دیگه وارد داستانی نمیشیم، اگه نیاز باشه باز با هم دیگه حرف میزنیم، هر کاری حال کنیم میکنیم تو این کلاس. به هیچ کسی هم رب نداره چیکار میکنیم. این کلاس کلاس نکته و تسته. بلند میگم همه بشنوند، کسایی هم که نیستن بشنوند. لایف، این کلاس کلاس نکته و تسته. 1401 هست به نام خدا. این کلاس کلاس نکته و تسته 1401 هست. از قاب این دوربین بعد از 8 دقیقه 9 دقیقه صحبت بسیار خصوصی که با بچه همون کردیم میخواییم استارت بزنیم. سلام میگویم به گرمی آفتاب 2 طرفه چت من باز، چت من باز. سلامی میکنم به گرمی تک تک زحمت های این آقاها. سلام میکنم به اشتری بچه های کلاس و خفن ترین بچه های این مرز بوم. دیم همه تون گرم، مرسی از اینکه اومدین سر کلاس. خیلی نوکرم، خیلی مخلصم، خیلی چاکریم. سلام بریم ما احمد اون اشتریک شما هایین، میریم آندگی کلاس وحشی خفن داشته باشیم. خیلی نوکرم، خیلی مخلصم.
خیلی چاکریم، خیلی نوکرم. برو بریم یا علی، برو بریم یا علی. ما استارت میزنیم، جای همتون خالی، این کلاس رایگانه، هر کسی میخواد سر کلاس ما بیاد از کانال پهلوون کلاس اینو دیگه بیا تو کلاس. هنوزم میتونم وارد شم، هنوزم میتونم وارد شم. یا علی مدد. دم همه 1000 نفر که الان اومدن توی لایو گر، ما رفتیم یه کلاس مشی داشتیم، میگفتم کل ایران هم خبردار باشن. یا علی مدد. برو بریم یا علی. چت بسته. رفتیم واسه یه کلاس دیوونه عجیب غریب. از امروز به بعد ما یه کلاسی داریم به هیچ کی ربط نداره و یه کلاسی داریم که قراره ثانیه به ثانیهش رو استفاده کنیم. من قبل از عید میخوام به یه سرانجام خیلی خفن کلاسمون برسه و از امروز تمام کسایی که جلسه صفرشون رو یادشون باشه، این کلاس جلسه اولمونه. صفر و مفر اینا من نمیشناسم. کسی که اگه قرار مطمئنی سر کلاس من بمونی، از همین امروز دو دستی بغلش کن. نکته آخر، جزوه 3.5 ماه داره ادیت میشه. ادیت آخر آخرش دیشب انجام شد که امروز جزوه اومد بیرون. تو طول این یک هفتم انشالله به امید خدا جزوه خیلی راحت توی کانالتون هست، پنلتون هست، میتونید خیلی راحت پرینت بگیرید، حتما رنگی برید بگیرید با تمام وجودتون. نخواستید خیلی راحت از چاپ دیجیتال علوی داستانش هم گوشم میتونید بگیرید و از اونجا میتونید تهیه کنید، براتون میفرستن با بهترین کیفیت و به خدا به قرآن به سریع‌ترین حالت ممکنی که شده واسه تو میفرستن و واقعا حق بچه ها و همه چیز هم توش لحاظ شده. هر جور دیگه حال کرد اون دیگه به ذمه شماست که چیکار بکنید و از چه طریقی تهیه کنید. هفته دیگه بدون اجازه کسی سر کلاس نباشه. دان یا علی شروع میکنی، میریم جلو، همه حواسا جمع. برو بریم. بسم الله. من اینجا توضیح دادم براتون توی جزوه نوشتم که 26 تا 50مون عربیه و استارتمون رو از ترجمه میخوایم شروع کنیم و من میخوام وارد سوال ترجمه شم. فقط حواسمون جمع باشه، سوال ترجمه حتما سرصد دو تا سوال 4 به 4 داره که همه بچه‌ها توش گیرن و 4 به 4 همین تست عین صحیح و عین خطا بود. من چیزی که میخوام صحبتش بکنم 10 تا سواله ترجمه است که ما میدونیم غیر از این 10 تا یک یا دو تا لغت میدن، یک یا دو تا ترجمه هم توی قواعد بهمون میدن. یعنی برو ترجمه رو بین 12 تا 14 تا تست، برو بین 50 تا 60% یا علی مدد. مطلب بعدی، حواسمون جمع باشه وقتی من استارت میزنم، همه حواس جمع، استارت میزنم از ترجمه، از این داستان یا علی. من اولین نکته که راجع به ترجمه میدونم این که 7 سوال اولمون یادمون باشه، 7 سوال اولمون عربی به فارسیه، یه دونه هم فارسی به عربیه. تست آخر، تست 35، بدون چه عربی به فارسی چه فارسی به عربی، دو حالت بیشتر نداره، یا عین خطا میخواد یا عین صحیح میخواد. یا علی، در کل تستای کنکور عربی شما یادتون باشه از سوال 26 تا 50 هر وقت بهت گفت عین خطا، یعنی شما کافیه یه دونه تضاد، یه دونه تضاد پیدا، یه دونه تضاد پیدا کنی جواب در اومده. کاری با صورت سوال نداریم، مستقیم میری تو گزینه ها، تضاد پیدا میکنی جواب پیدا میکنی. صورت سوال، صورت سوال بیا من طرف فرامونم ولش کن، آخرش نمیشه عین خطا. وقتی نمیشه عین خطا کافیه یه تضاد پیدا کنی. هر آنکه با واقعیت زندگی، هر کس با حقیقت زندگی، هر آنکه با حقیقت زندگی خود، زندگی 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 خود، خطا رو میخواد. 30 ثانیه خطا رو میخواد، خطا رو میخواد، خطا رو میخواد. زندگی 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 خود، خطا رو میخواد. فقط یه دقیقه این تضاد رو دیدیم، میریم تو صورت سوال، جواب پیدا میکنیم، یه گزینه رو میزنی، خطا رو میخواد، خطا رو میخواد. واگو واگو. آها یا امام زمان، آخ جون، آخ جونم، آخ جونم، ببن چطور
جون اچلی باز، همه اچلی بازا بریم. واقعیت زندگی، زندگی زندگی خود الحیات میشه زندگی، زندگی خود غلط سه همون شو برفت. یادمون باشه، یادمون باشه ما اینجوری، ما اینجوری جواب میدیم. مثل به همون بگن دیوونه، ما دیوونه ایم. ترجمه و تحریم حواسمون جمع باشه. اگه صحیح باشه چی کار میکنیم؟ صورت سوال یه نگاه میکنیم، بررسی سطحی، کلید واژه پیدا میکنیم. کلید واژه همون چی هست؟ کلید واژه همون فعله، کلید واژه همون ضمیره. شاگرد دیگه الان صفر مطلق کنکوری. وقتی صورت سوال ترجمه بهت میدن، چه فارسی به عربی چه عربی به فارسی، شما فعل و ضمیر رو پیدا کن. من نمیخوام سر تا ته جمله رو تو بخونی، نمیخوام. آقا من نمیخوام تو سر تا ته جمله رو بخونی، من میخوام کلید واژه پیدا کنی، بری سراغ کلید واژه. یا علی مدد، یه فعل یه ضمیر، چه محمد واعظی ضمیر رو بیشتر دوست داره، پیدا میکنی، میری تو گزینه ها، یک یا دو تا گزینه رو حذف میکنی. شاگرد دیگه تا حالا سر کلاس من نبودی، تو رو قرآن گزینه رو، علی دوستت دارم، دوستت دارم، لامستم، یک یا دو تا گزینه رو، گزینه یک دو سه چهار، وقتی میخوای غلط بزنی کل گزینه رو خط بکش، ور نداری کنار گزینه زب در بزنی، ور نداری واسه من ملوسی بازی در بیاری، کنار گزینه رو یه زب در ریز بزنی بگیر، ای ولی خطاست، خطا رو میزنی جر میدی. ما یه مش وحشی کاریم که به این آسونی گزینه رو نمیذاریم از دستمون در بره. چرا اگر گزینه رو شما سوسولی کنارش زب در بزنی، دوباره نیاز بعضی موقع برمیگردی تو گزینه ای که حذف کردی؟ حواست نیست، حواست تو از اینجا هست کردی، دوباره داری تضاد پیدا میکنی، برمیگردی تو گزینه. چرا؟ چون ما میدونیم وقتی یک یا دو تا گزینه رو زدی حذف، بین گزینه ها حالا تضاد پیدا میکنی. چون یه بار از صورت سوال اومدی تو گزینه ها با کلید واژه فعل و ضمیر، یه بار از گزینه ها قراره با تضاد بری تو صورت. یعنی آقا به همین سادگی، آقا اینجا نیا کن جان واژه، اینجا نیا کن دو خلق الله السماوات و الارض، خلق پهلمون، خلق چیه؟ فعل یا ضمیره؟ فعل. وقتی خلق فعل، الله آسمان و زمین آفریده، خداوند آسمان و زمین رو خلق کرده، خلق کردن آسمان، خلق کردن آسمان، کدوم گزینه فعل هست کدوم گزینه فعل نیست؟ یک و دو فعل است و چهار فعل نیست. بین یک و دو حالا تضاد پیدا میکنیم، پس یه نکته تو صورت پیدا کردیم، میریم تو گزینه ها، یک یا دو تو گزینه هست، بین سه و چهار تضاد پیدا میکنیم، باقی گزینه ها رو حذف میکنیم. بله، باقی گزینه ها رو حذف میکنیم. الان بین یک و دو یه تضاد با حال میاریم. بله، ما بیاریم باید الله آسمان، الله خود من آسمان، سماوات آسمان یا آسمان ها، همون جواب گزینه. اگه دیوونه ندیده ای به ما میگن دیوونه، اگه دیوونه شنیده ای. یه تضاد دیگه، زمین زمین، آسمان آسمان ها، خلق کرده قطعا در آن آسمان، اینجا نگاه، آسمان زمین برای مؤمنان نشانه ای هست، همان در آن خلقت آیتی است مؤمنان را. چفته شکی نه؟ درسته؟ یادمونم باشه دوباره، قطعا در آن آسمان و زمین، در آن آسمان و زمین، آبا آسمان و زمین نیورده، میتونه به قرینه معنوی دوباره منظور رو برسونه، اوکی، ولی بازم میتونی حتی اونم به عنوان غلط بگیری. اما این دیگه توب به جاوجی، این همه دردسر، آیا این ریفر میکنه ارجاع میده به عنوان ولم کن آسمان آسمان ها، خدافستی. مسئله ببینی، پس من دارم یه نتیجه گیری میکنم، یک مطالعه سطحی جمله اصلی و یافتن فعل و ضمیر، حذف یک تا سه تا گزینه، یعنی بعضی موقع با یه فعل جواب در میاد. لامصب اسکن عمودی، او چی نوشم؟ دوربین چیه؟ ذره بینو اسکن عمودی گزینه ها باقی مونده رو بررسی میکنیم، چی پیدا میکنیم؟ تضاد تو هرچی، تضاد تو مفرد و جمع، تضاد تو معرفه نکرد، تضاد تو زیاد و کم معنی شدن گزینه ها، تضاد تو باقی فعل ها، تضاد تو باقی ضمیر ها،
تضاد تو هر چی که فکرشو میکنی. فقط تضاد و این جانگولک بازی ها خیلی جوابی، خود تضاد علمی تر باحال تر. حتی کم و زیاد ترجمه شدن مشکلات اعراباز انسانی تو سوالات فارسی به عربی، مشکلات فنی الداشتن و نداشتن واسه عمومی ها. سقوط جوجه ها مگه نداده بود توی 98-99؟ ترکیب اضافه ای که ال گرفته چی بلنده است؟ کسی که قواعد بلده. پس بدون در تست فارسی به عربی سه تست 35 گنگوره ممکن است اشکال قواعدی بود. مگه تجربه 99 نبود؟ عالمترین مردم کسی است که علم و ناس بعدش بود دو گزینه رو حل داده بود. آخه آدم عزیز مگه مضاف ال میگیره؟ نه نمیگیره. میریم صفحه بعد تموم. ما فهمیدیم چیکار کنیم. مرگو نگاه کن، مرگو حذف کامل انجام بشه. چشم تست 4 به 4 مواظب باش. نوشتم برات. اول اینکه دو تا نقطه رو به هم وصل میکنیم. چشم. این دو تا نقطه به هم وصل باش. این 4 به 4 دیگه بعدت نمیاد. از این گوش کن. داری یاد میگیری؟ نو نه، دارم استادشو میزنم. یه چیز باحال میخوام بهت بگم. با دیگه چیکار کنم؟ درس یکسان نباشه تو گزینه ها باشه. الان راجع به یه درس مشابه داره صحبت میکنه؟ نه. هر چهارتاش لعلالعیته داره؟ نه. هر چهارتاش اسم اشاره داره؟ نه. هر چهارتاش داره راجع به یک موضوع علمی صحبت میکنه؟ نه. برگرد بارا فعلها و ضمیرها و ترکیب وصفی اضافی رو پیدا میکنی. باشم، من اول فقط فعل ضمیر رو پیدا میکنم. فعل ضمیر آقا گزینه 4 اصلا فعل و ضمیر نداره. به درک. یعنی چی ولش میکنیم؟ آره ولش. نه بابا خدا، یه دو تا گزینه از تو 4 بچه هست. ممکنه اصلا تو تست 4 ممکنه یه گزینه تو نبینی. اصلا ممکنه یه گزینه رو نری سراغش. فعل و ضمیر نداره. جوابا رو اومدیم همون گزینه جواب میشه. حالا شما میشه لطفا تز ندی؟ میشه یه دقیقه زیپو بکشی یاد بگیری؟ فعل ضمیر با همین فعل ها و ضمیر ها. من میخوام ببینم کدوم یکی از فعل ها یا ضمیر ها معنی نشده. از همین 1 2 3 4 5 6 7 8 مورد. مضاره همه شون هم مضاره است. میمم بهت گفتم فعل ها همه زمانشون مضارع است. دو تا دونم سه تا دونم ضمیر داره. کدوم غلطه؟ کدوم یا اشتباه معنی شده یا معنی نشده؟ همینا رو چک کن. قرآن مجید جوزفین که اینجا نشسته میدونه حلش کنه. اسم چی بود؟ مهران. دو نفر. مهران دو نفر. سیزنی تو نکته تست تایم تست اینقدر حیاتیه که حد نداره. همه رو دارم میگیرم تایم رو. واکو تو رو خدا یه لحظه دو طرف گل، یه لحظه دو طرف گل لامست سبا بکن اینه این کلاس منه، این کلاس منه. بیا نگاش کن، بیا نگاش کن. تو که میگی ما لب و دهنی؟ آره ما لب و دهنی، ما اینیم. آها یه نکته خفن ببن چطو. میمیرم براتون کشیده ننویس. یا خدا این کلاس صفر تا صده ها، این کلاس صفر تا صده. نکته و تست ما تمام نکته. ببن چطو. خودش بسته نمیشه. چرا این کلاس خودش بسته نمیشه؟ خود همینجور داره میاد، همینجور داره میاد، میبندیش هم داره میاد. یا امام زمون، آیا اون چرا بسته نمیشه؟ پاکش کردی گه اصلا.
این کلاس صفر تا صده، این کلاس این یه کلاس جامعیه که خیلی خوشگلتر و باحالتر و تو تایم شمتر و منظم. فکر نکنی کلاس نکتات استثمان چیزی جا نمیماند. محمد و از قاسم جاسم کازم منجمد بی بالا لایق درو نمیتواند. اوکی یزره و بکارد باش. قلب خو قلبش قلبش یک تموش. این تست اینجوری زده میشه که بعدم راجع بهش خفن صحبت میکنیم. اما چیزی که خواستم بهتون تو این تست نشون بدم این بود، بعضی موقع در تست های 4 به 4 4 تا گزینه یه جمله است که از طریق ویرگول متوجه میشیم، میتونیم از ترجمه فارسیش هم بفهمیم چیه. یک خود بزرگ بین یک خود بزرگ بین ستمگر نمیتواند بذر حکمت در قلب اشار قلب بکارد، زیرا این قلب به هم رب داره، زیرا این قلب از صخره ها ساخته شده، لیکن این حکمت در قلب شخص فرودن فرود در شخص فرودن میروید و آن دمایه فرام میشه گویی که تواضع فرانجور است. یه چهار تا گزینه راجبه یه دونه داستانه، یه ماجرای یک جمله است. تنها جایی در کل کنکور ایران در تمامی درساس که چون به هم رب داره، یه ها میبینی پدستک گزینه یک یه مطلبی داره که تأثیر میذاره رو گزینه دو. یا سید و شهدا یه ها یه مطلبی هست در گزینه یک که رو گزینه 2, 3, 4 تأثیر میذاره، چون یه جمله، چون یه جمله است. چون یه جمله است. مطلب بعدی شروع شد. برای حل سوالای ترجمه من دو تا نکته خیلی خفن امروز میخوام به همه بچهای کل ایران درس بدم. نوستر این کلاسی که ما داریم میبینیم سوالوشه 10-12 هزار نفر آدم هست احساس میکنم. چیزی که ما داریم میبینیم چون نمیکشه سه تا سرور احتمالاً دیگه 10 هزار تا گذشته. چون هر چی میزنیم درست میگم دیگه، بس هر سه تا بس نمیشه دیگه، نه ادامه داره. هر سه تا بس نمیشه، بالای 10 هزار تاست و واقعا افتخار من این که این خیلی جمعیت تو کلاس منه. مایه افتخار منه، من معلمم و مایه افتخار منه که باعث میشم درصد عربیتون تکون بخوره. برای این موضوع اولین مطلبی که تو ترجمه میخوام بهت بگم، درکی ترین نکته ترجمه است که بچه ها تو فارسی ایراد دارن. برو بریم یا علی. در تمامی سوالهای ترجمه دو تا نکته باید خیلی مد نظر قرار داده بشه. یه خود من اینو پررنگ تر کنم، یه خود اینم ملوسی تر کنم، یه خود اینم عروسی تر کنم، اینم ملوسکی، ماماسکی، پیشولکی. بریم نکات مهم در حل سوال ترجمه. در تمام زبان‌های دنیا فعل به شکل فعل معنی میشه، مصدر هم به شکل مصدر معنی میشه. فعل هیچ وقت به شکل مصدر معنی نمیشه، مصدر هم به شکل فعل معنی نمیشه. تموم شد. یه از هوا میرود، از ذهاب رفتن. فقط وای تفنگو. اینجا آقا میگه هیچ وقت من از فعل ترجمه نکن. که صافت. میگه هیچ وقت من از فعل معنی نکن. لو مصدر. میگه مگر اگر بر سرم اجبار بیاد. اجبار که میاد در لحظه میشه فعل. میگه اگر پشت سرم علا یجب و علا یلزم و علا واجب و فلان بیاد، مگه اینکه این اجبار پشت سرم باشه، اگه اجبار پشت سرم باشه به صورت فعل معنی میشم. جوزف بر توست رفتن میران، یعنی تو باید تموم شد. وقتی علی که احترام، تو باید احترام بذاری. علی نا ذهاب، ما باید برویم. حتی میتونی یه دونه فعل باشه. امید و رجوع، میخوام برگردم. تموم شد. فعل به شکل مصدر معنی نمیشه، مصدر هم به شکل فعل معنی نمیشه مگر پشت مصدر اجبار. پشت مصدر چی باشه؟ اجبار. پشت مصدر چی باشه؟ اجبار باشه. حتی یه فعل هم میتونه اجبار باشه. امید و رجوع، میخوام بازگشتن، یعنی میخوام برگردم. میخوام برگردم. یا علی تست 4 استارت رو من میذارم، بقیه رو تو ادو فعله. بله به راه پروردگارت با حکمت موضع نیکو دعوت کن، به راه خدای خود ببست. بعد یه چیزی دیگه، چرا من با شلی میخونی صورت سوال ها گزینه ها رو؟ چرا من شل یه خورده به کارت سو... بابا تسته چایی دم که نمی کنی که
برای خدای خود وزیر دانش من فنی گفت فراخوان دعوت برای خداوند فلان جور باشد، فراخواندن برای فلان بسار جور باشد. 30 ثانیه. قهوه میتونم بایست یا امام زمان، یا امام زمان، دعوت داره خداوند میره، دعوت کردن فراخواندن میره، بریم گفت 3 و 4 مستره، 3 و 4 مستره، بریم 1 و 2 تزاد برای خدای خود پروردگار با حکمت موضع دعوت نیکو کن، دعوت کن فراخوان و با آنها و با آنان به وسیله آنچه نیکوتر است، واقعا بستی دیگه نه؟ داره میاد به وسیله آنچه نیکوتر است، به وسیله سخنان خوب تموم شده. نه بسته است، بسته است، بسته است، ولش کن. آره منم کف گرم، ولش کن، ولش کن، ولش کن، ولش کن، بری بری با آنچه نیکوتر است با سخنان خوب. هیه احسن 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 افعل 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 فعلا نانای اکبر و کبرا نانای اصغر و صغرا اکبر و کبرا یا افعل و فعلا افعل و فعلا بگیر افعل و فعلا تفصیلش کن با آنچه که نیکوتر است سخنان خوب نجم بهتره. برو هفته الجمال و انتظ را آورده در فیبستان ولیکن الاجمل و من نقرس فی قلب انسان. سی سن. بله یا سید اینا چی میگن؟ اینا چی میگن آقا رضایی؟ یا حضرت عباس یک نه چند تا یک میبینی فشفشی میزنی چند تا یک میبینم آجی کاشتن چی این فعله ها؟ من خودم رو جر دادم اینو نزنی ها. کاشته گل دهن من رو وا نکن ها. کاشته گل ببندش جونم کلاس همه اومدن درس خدا وکیلی مهران یه دونه جمله فول دیدی؟ یه دونه جمله فول ندیدم یعنی همه اومدن درس بخونن درد و بلا تو سر من درد و بلا تو سر من زیبایی آن است که گلی را در یک باقی بکاری ولی زیباتر از آن این کاشت ما بابا کاشت که بعد در زم یه تکم بیام قلب انسان در قلب انسانی با این یه دونه هم میتونستی بزنی فعلا در همین حد بدون اسمی که ال نداره رو من فعلا نکره میگیرم
و اینجا توضیح میدم. الرجل میشه مرد و معرفت. وقتی میشه رجلون نکره و میشه مردی یا یک مرد. در همین حد بدون بعدن جرش بدیم. برو بریم. نکته دومی که وحشتناک مهمه در سوالای ترجمه ما اینه که جمله اسمیه‌مون فعلیه معنی نشه. فعلیه‌مون اسمیه. در زبان فارسی یه اتفاقی میافتاد. من نمیدونم چرا هیچ کی به ما نمیگفت. چیو؟ ببین در زبان فارسی متاسفانه یه عمر من صبورم با من صبر میکنم یه معنیه. اما من صبورم یا من معلمم، یعنی من معلم هستم. به این جمله که است و بود و شده گشته گردی داره میگن جمله اسنادی. نکنه جمله اسنادی که در عربی همون جمله اسمی است فعلی معنیشه. یا میسه یا من دانا هستم با من میدانم و من معلمم با من تعلیم میدهم فرق میکنه. تموم شده رفت. من صبورم با من صبر میکنم. من صبور هستم اسنادیه. اصل بود شد گشت گردید. تو عربی ما اصل نداریم، به جاش نیست داریم. نیست میشه لیسه، گردید میشه اسبه، شد میشه ساره، بود میشه کانه. جهت اطلاع ساره و اسبه هم معنی هست. اولالا به فعلهای اسنادی توی عربی میگن افعال ناقصه. عربی 11 یادت میاد؟ درس 7 یادت میاد؟ افعال ناقصه. کان ساره اسبه لیسه. فعلهای ناقصه نکند به صورت فعلی معنا شود، یا فعل نکند به صورت اسنادی معنا شود. یقول الانسان قول الفصل. یقول رو میریم پایین، میگوید سخن و ساره، سخن و ساره میگوید. شروع کن تضاد جواب. فعلا من استارتا رو هی پیدا میکنم تو حل میکنی. استیفانی بگو هی هی هی. من میخوام بکشم خودم. من میخوام کله رو یه جور بکنم. من میخوام کله رو یه جور بکنم. من میخوام کله رو یه جایی بکنم. لامصب مگه داریم این شکلی جلاس؟ یا امام زم، یا امام زم، یه ایران باید ببینه این. یه ایران پاک میکنی هی؟ هنگ نکنه تو رو قرآن ببندش، ببندش درد و بلا تو سر من. این صحنه رو من فیلم میگیرم که میبندی دوباره میاد به قرآن. تست بعدی، تست بعدی دوستان رو ببینم. استاد سخن را میگوید، سخن استاد حق است، سخن استاد حق است، استاد سخن را میگوید. حق است میره، حق است میره. بین گزینه 1 و 4 تضاد سخن استاد حق است، استاد سخن را میگوید، میگوید، میگوید. سفارش هایش به ما این است، به ما سفارش میکند. یوسی و مهران از افراد شوخ بپریزیم، افرادی که شوخی میکنن. مهران یهزلو اسم یا فعله؟ توی که سالیان سال دور از عربی. یهزلو فعله یا اسمه؟ افراد شوخ فعله یا شوخی میکند فعله؟ دان تو تستایی مثل تست 9 هم موازه باش، چون برای تکلیف تو بیذارم و یه خبر خیلی باحالی براتون دارم. به خصوص تو جزوه قواعدتون تقریبا یه کاری کردم،
تقریبا نیاز به تست کتاب جامع، کتاب کمک آموزشی، نه که پیدا نکنی، ولی واقعا اگه همون جزا رو بزنه ترکونده. آخر ساعت راجبه کتاب هم صحبت میکنم، ولی اینکه لوکیتد میشینم همه چی رو بگم آقا این کتابو بزن اون که بله من این کتاب هتریک دارم که خیلی راحت از همین الان میتونم بچه های نکته تستم تهیهش بکنن و فوق العاده است و میتونیم جر بدیم اون کتاب بریم جلو. ولی کتاب های ما یه جوری تعلیف شده جزوات نکته تست، به خصوص مبحث قواعد، باز ترجمه خود کمتره، به خصوص مبحث قواعد، که تمامی تستایی که بالا رو من آوردم پرات میریزاجی تو جزوه رو بگیرید. به قرآن تعریف از خود نباشه، اینو همه ایران میدونن. به خدا راجع به جزوه هم که یه عمر اینقدر قشنگ و خفن نوشتم صحبت اینجوری نکردم. این یکی سه ماه و نیم ادیتش طول کشیده. برو بریم نه نگرش میداریم که بزنی، ولی لعیستو بپا وقتی میبینی فعل نکنه، فعل ناقصه بیاد معنی نش نکند، نکند فعل بزنش، فعلش کن، نوه بزن، نوه بزن سی سن. واگود کنار قدم های عادی تو گفتی تو خود قهرمانی، میونه بهشت خدایی کجایی کجایی تو هادی، الوعد وفا جاویدان هادی شدیم ما قهرمان، پاشو ای هادی شدیم ما قهرمان. این مورد شور اون امتحانی رو برد که جلسه امتحان گوشی هم رو استفاده کرده دوش مجاز است. من برخورد میکنم با برگزار کننده اون امتحان. ببندش ببندش. واه 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 سوسمارین ها، حاجی سوسمارین ها چی؟ با تو هرگز بی سوسمار عمرن. سوسمارین سوسماس، سوسمارین چاست؟ بی سوسمار نمیشه حاجی، یه سوسمار کو بیا والا. بسم الله. چیزی که میخوام براتون صحبتشو بکنم راجبی یه سری فعلهاییه که میاد جمله رو انگولک میکن. الهی به حق علی نور به قبرت بباره این اینجوری به ما یاد دادی. کانه این آهن این آهن روباست، این آهن روبای کانه. آهن روبا میاد زمان جمله بعدشو میکشه عقب، کانه زمان رو میکشه عقب، این آهن رو با بیا ببین چیکارش میکنیم. ما فعل شروع کردیم دیگه، نه ما دو تا چیز خرکی خوندیم رفت. فعل به شکل مصدر معنی نمیشه، مصدر به شکل فعل معنی نمیشه، جمله فعلی اسنادی معنی نمیشه، اسنادی فعلی معنی نمیشه. فعلم اگر یک زمانی مصدرم پشت سرش اجبار باشه، مصدر به صورت فعل مضارع التزامی معنی میشه. بر توست رفتن، یعنی تو باید بری. اون شده مطلب بعدی. ما وارد فعل شدیم، حالا وارد یک کدوم از اون آیتم اصلی ها یا کلید واژه ها شدیم. حالا تو فعل کار داریم، با همدیگه دقت میکنیم میریم جلو. اولین فعلی که میخوام بهتون یاد بدم فعل ماضی استمراری و بعید و نقلی. محمد وایزی اولش گفت کانه رو بپا، همیشه در زمانهای زبان عربی زمان جمله بعدشو هر چند تا فعل بعدش باشه میکشه عقب. باشه ماضی استمراری، ماضی استمراری فعلیه که در گذشته انجام شده و تا حال ادامه داره. دوباره در گذشته انجام شده و تا حال ادامه داره. گذشته رو با کانه میسازن، زمان رو میکشه عقب. از گذشته تا حال،
از گذشته تا حال میشه ماضی استمراری. در زبان فارسی با می میسازن. همینجا وایس. ترجمه شما ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربیه. کدوم آدم عاقلی گفته تو فارسیت خوبه؟ میتونه یکی صاف وایس جلو من زول بزنه تو ششان بگه فارسی من خوبه؟ مگه ممکنه جن همه فارسیاشون دستور زبان میشنگه؟ فارسی میداریم اما میرفت یا میرود؟ هر وقت گیر بودی بین میرفت و میرود، هر وقت گیر بودی در زبان عربی بین اینکه فعلمون ماضیه یا مضارعه، همین الان نگاه کن مهران رو، تو مهران رو نگاه کن. اگه فعلمون با دیروز معنی میشد ماضیه، اگه فعلمون با الان معنی میشد مضارع است. بریم مهران جوابمو مهران با هم میای. الان میرم یا دیروز میرم؟ الان میرم. الان میرفتم یا دیروز میرفتم؟ چه ماضی استم. الان رفته باشم یا دیروز رفته باشم؟ جون دلم میشه مضارع ماضی التزام. الان بروم یا دیروز بروم؟ به مضارع التزام. الان رفته بودم یا رفته بودم یا دیروز رفته بودم؟ ماضی بعیده. الان دارم میرم یا دیروز دارم میرم؟ الان دارم. مرسی. مضارع مستمر یا ملموس چی بهش میگفتین شما؟ الان داشتم میرفتم یا دیروز داشتم میرفتم؟ ماضیه. الان رفتم یا دیروز رفتم؟ الان رفتم. هر جا تو مضارع گیر بود، هر جا تو مضارع. یه دقیقه بگو الان دیروز، یه لحظه بگو الان یا دیروز. ماضی بعید، کاری که در گذشته انجام شده و همون گذشته هم تموم شد. گذشته با چی انجام میشه؟ با کانه. کانه زمانه میکشه عقب و تا کی ادامه پیدا میکنه؟ و تا ماضی. بعید تنها فعلیه که معنای بود میده. ولی رفته بود، نوشته بود. آقا نوشته بود با او نوشته بود، او نویسنده بود. او نوشته بود جمله فعلیه، او نویسنده بود جمله اسنادیه، مسند داره. قرآن مجید معلم عربی بیار بدون مسند چی؟ وایسا. ماضی بعید، کاری که از گذشته شروع شده و همون گذشته هم باقی مونده. گذشته رو با کانه میسازن، زمانه میکشه عقب، تا گذشته هم ادامه پیدا میکنه میشه ماضی بعید. بعید چی داره؟ بود داره. مواظب باشه. ماضی نقلی. ای کاش یه نفر این آب پاکی رو دست ما روز اول میریخ. چه ماضی نقلی همون. آقا ماضی نقلی در تمام زبونهای دنیا همون ماضی سازد. نه، معلم ما گفته قد بر سر فعل ماضی میشه ماضی بعید. معلمت دقیقاً درست گفته، فقط این قدم میتونه بیاد میتونه نیاد. آره ذهبه و قد ذهبه یه معنی میده. قد نخودیه. این کیه؟ نخودیه. این نخالی کوچولوه میتونه بیاد میتونه، حالا میتونه بیاد میتونه نیاد. قد کوچولوه میتونه بیاد میتونه بیاد میتونه نیاد. قد کوچولوه میتونه بیاد میتونه نیاد. قد ذهبه و ذهبه فرق نمیکنه معنیش. پس این دوتا لامصب جفتشون هم میتونه بشه رفت، هم میتونه بشه رفته است. دان. فقط یه نکته بقا پانی بیا. صرف فعل کانه رو میشه یه بار با هم بریم. کانه کنه. اینجا الف دیگه حذف میشه. کنتا کنتا با کنتم کنتا کنتا با کنتا نه کنتا کنه.
مراقب باش که این فعل از صیغه کن به بعد الف ندارد، ولی همون کانه، همون کانه. کانه میتونه روی تمام فعل‌های بعد از خودش که به هم دیگه وصله تاثیر بذاره. تو کدوم تستا خوراکی این تاثیر میذاره؟ خوراکش اون تستای 4 به 4ه که همشون توی یه جمله است، که محمد وایزی خودشو پاره کرد الان، گفت تنها جا در کنکور کشوره کانه تو گزینه 1 4 3 2 4 رو مزارع گزینه 2 تاثیر میذاره و گزینه 2 معنیش میشه ماضی استم. مگه ممکنه چنین چیزی؟ به قرآن مجید فقط وایسا، تو فقط وایس اینجا رو نگاه. چرا نمیره مهران؟ مهران چرا راه نمیره؟ بله شما مهران، مهران بله شما، با این سیستم شما آبی گرم نمیشه. او باید نمیشه اینجوری میکنه چیه؟ اه؟ اون جزء اصلیه رو نه بلا؟ جزء اصلیه رو نه بلا؟ بودو 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 مهران بودو مهران بودو میخوام این نشون بدم. سر قبر من ایجابش دار بیارش نامصبو. ای بچه ها بیان تا مهران میاره. مواظب باش پس کانه رو تمام فعلای بعدش الان فعلش بده نشون بدن تستشو رو تمام فعلای بعدش تأثیر میذاره. تموم. مراقب باشو کانه از اون فعلایی که زمانه میکشه. مواظب باش. در ضمن محمد وایزی گفت قد میتونه بیاد میتونه نه. آه یه لحظه اینو حل کن. مواظب باش هر جای کانه نیست، ممکنه کنتو باشه. کنتو اسمعو میبینین؟ کنتو قد سمعتو. یه جا کانه است یه جا کنت است. مواظب باش. یه جا کنا تست 10 سیزن او او سی بودو بینم ثانیه همون مهمه توی این جلسه. خودم میخواستم اولش 5 دقیقه صحبت کنم، شد 8 دقیقه. از آب وجدان گرفتم از خودم. بودو و و و و و چی شو؟ بچه ها رو داری یا نه؟ بچه ها صدا بند دارن یا نه؟ الان ما هم دیگه میریم بالا. من چند مطلب خیلی خیلی مهمه که تا مهران تاثیر میاره یادتون نره. یک، حواسمون جا آوردی؟ این هم من بگم دیگه تو صحبت شروع کردم. حواسمون باشه همه راه ارتباطی من با لشکری که قرار 4 ماه با هم به هیچ کی توجه نکنیم اینستاگرام منه. خیلی ها تو این کلاس هستن اینستاگرام ندارن، ولی پدر یا مادر که دارن. من میخوام چشه یه ایران کاسده. اصلا برای مهم نیست که چی میگه. ما باورت شاد نشه، آخر ساعت میخواستم بگم الان که دارم ایران جزدر میاره بالا دارم میگم ما دارن صدا بودی که همه دیگه ما تصویر چی؟ تصویرم ما
از امروز لشکری داریم به نام ده اسفند. لشکر ده اسفند، لشکر ده اسفند. میخوام این کارو بکنم. اینجا رو ببین، اینجا یه چیزیه که حالا به کسی خیلی ربط نداره. چیه؟ روش میخوام بنویسم ده اسفند، پاکشم نمی کنم. چجوری پاکش نمی کنم؟ خونه یه دونه ماژیک دارم، مال پدرمه. پدرم تو کار راه و ساختمان راه ساز بودن، ماژیک دارن، می نویسن رو لوله پولیکا دو سال پاک نشه با بارون و سیل و زلزله. اینجا میخوام بنویسم اصل ده اسفند. دهشو فارسی می نویسم، بزرگ اسفندشم کنار. ده اسفند، ما با یه لشکری به نام لشکر ده اسفند مهرام آرامش و قید و حفظ کن از همه جمعون داره. این نوچ نوچ نکن، نشد اینجا یه کوه پشت سر دیم خیادم. اون آبا بنداز، همون بنداز. یه لشکری داریم به نام لشکر ده اسفند. از امروز، از همین ثانیه اسمشو گذاشتم. به قرآن محمد، به روح رسول الله هم یعنی اسمشو گذاشتم. تا مهران جز در میاره من یه چیز بهت بگم. ما از ده اسفند تا کنکورت 4 ماه لحظ وقت داریم. خواستم بگم تو 4 ماه دنیا رو جا به جا میکنن. هفته پیش چهارشنبه بود روسیه به اوکراین حمله کرد، پنجشنبه صبح. قبلش چی بود؟ الان چه خبر دنیا تو یه هفته؟ این جزوه قواعده. خواستم بگم با تمام کثافت بودنش، هیتلر تو 27 روز کل اروپا رو گرفت. 4 ماه وقت داره. جرثومه کثافت هیتلر شکی توش نیست، ولی تو 28 روز اروپا رو گرفت. 28 روز مگه نفته نقل و نبات بخره؟ گرفت. برنامه ریزی خوب واسه خود میچینی، قیده یه چیز میدید با تمام لجن بودنش، همونم باعث برده شد. همه گفتن آخر باخت. اگه آخر باخته بود که الان آلمان این شکلی نبود، که الان اتریش این شکلی نبود. خواستم بهت بگم 4 ماه وقت داری. 4 ماه دنیای خودتو به هم بریز، تو دنیا و مغز خودت انقلاب کن که مسئولی به سانت سانت و ثانیه ثانیه زحمت بگیر. اون ننه بابایی که جون و عمرشو دادن و هر لحظه از عمر، هر ثانیه که میگذره لحظی از عمرشون داره کم میشه. و وقتی میرسی سن ما میبینی دیگه داره گیم اوور میشه و دردناکترین لحظه های دنیاست، به خصوص واسه اونایی که قدرشون توی لحظهش ندونستن. نشه اون اتفاق که مدیون بپ با اصلا حرفشو نزن. بلشو کانه روی تمام افعال بعد خوش تاثیر میذاره. آه ای خدا اینجا رو نکن، ای خدا اینجا رو نکن.
بیا اینجا رو نگاه کن. مثل این تست دو نقطه به هم وصله، کانه رو این فعل داره تأثیر میذاره، این تست گزینه هاش به هم ربط نداره، اما اگر ربط داشت کانه رو اینم تأثیر میذاره، کانه رو اینم تأثیر میذاره. میرسیم الان بهش، یه خوده ترتیب جزوه هامون امروز علاوز فنی را داره، اونم واسه که ما تایممون نره، به موقعش که برسیم میبینیم، واسه همین دنبالش الان نیستیم، ولی کلا خواستم اینو بدونی کنا نصب و میرفتیم، رفته بودیم میرفتیم تمام گزینه دو سه میره بین گزینه اینا چیه مهران؟ اینا رو بردار و صفه، اینا رو بردار ببینیم چه خبره بابا. اگر از همان راهی یا راهی آه بابا به آن مکان میرسیم یا به همان مکان میرسیم که رسیدیم یا میرسیدیم دیگه. حداقل اینا رو میگیم، همان ممانش رو نمیدونیم، چهارو که میدونیم میرسیدیم یا نرسیدیم، چهارشو که میدونیم میرسیدیم. کانموزر مازی استمراری و 100% جواب گزینه 4. درد و بلای این کلاس تو سر من که تمام کلاس های دنیا جلسه صفرش فول داریم، جلسه صفرش داستان داریم، آدم های مختلف داریم که چرت و پرت میگن و مینویسن و همین کلاس محمد وایزی بچه هاش هم عشق، بچه هاش عشق ترین. مرسی مهران جون، مهران همه چی اوکی کرد، فقط دیگه الان وقت نداریم این چیزا رو بهتون نشون بدم، فقط میخوام تست بزنیم با هم دیگه. اگه محبت کنین تست 11 رو حل کنین سریع. کانه رو مواظب باش، یومزی هم مواظب باش، تا یه چیز خفنی بهت نشون بدم. سی ثانیه بودو یه اتفاقی افتاده که تو تاریخ گیچی، تو جغرافی اسم عربی و این کلاس میاد از سال بعد، قراره تو جغرافی همون صفحه اول بزنن این کلاس رو. به به، شیشه هم میاد با این پولشو میدم والا، آدم ها تاکسی خالی میترسونن. بگو او 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 کشیده ننویس همدم کشیده ننویس، یک کلاس نوبان میاد، همدم آنه نوبانه این کلاس راستی تایمش مال عشق ترین تر کلاس ایران ها، تایمی که ما توشیم، تایم لشکر مرداد، لشکر دهستان. از امروز این نشانه ای توه، اینیم ما. آه این خودش یه مشت واسه دشمن ها، یعنی هرکی بگو فلان بگو بیا ببندش. به جان خودم من زندگی میسازم تو این کلاس. بریم ببین چی کارت میکنم. تمام وقت آن عالم،
در مطالعه پژوهش میگذشت، تمام وقت آن آدم در فرم میگذشت، آن دانش آموز اوقات خود را میگذراند، میگذشت، میگذراند، الان میگذراند یا دیروز میگذراند؟ جونم این ماضی استمراری نیست. نوچه مهران الان میگذراند. آن عالم وقتشو میگذرونه ها، اینم یاد باشه. البته اگرم باز گیر کردی میتونی شروع کنی تضاد. ببین تمام وقت آن عالم، تمام وقت آن عالم، نه تمام اوقاتش را، اوقاتش را، اوقات خود را. وقت آن عالم میگذشت نیست، آن آنجمن اوقات خود، اوقاتش را. ضمیر، چرا ضمیر معنی نکرده گزینه یک و سه؟ بعد در زم دور نمیشد، دور نمیشد، دور نمیشود. کانه غیر از اینکه روی وای روی تمام فعلای دیگه‌ش هم که به هم دیگه وصله در کانه روی تمام افعال بعد خودش تأثیر میذاره. یا امام هشتم دور نمیشود، دکمهشو میزنیم اون دکمه معروفه رو، تمومشو برفت. میگم حتی با این که اگه کسی ندونه که اون دانشمند اوقات خودشو میگذرونه، نه تمام وقت آن اصلا کوته، اصلا کوته تمام وقت آن، اصلا تمام وقت آن عالم یک کو. سیزده سی ثانی پلیسخان کلاس های ایران یا امام سرزب یا 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 وای وای مهران 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 الان میشنوم یا دیروز میشنوم؟ این شد مزاره. الان میشنیدم یا دیروز میشنیدم؟ الان میشنیدم یا دیروز میشنیدم؟ الان شنیده بودم. کانه بله فعل مزاره. درد و بلاتون تو سر من کشیده ننویس. بیشوروزی ها نکشیده ننویس دیگه. کشیده ننویس. همین یکی هم مراقب قرآن میشی جذابترین کلاس خاورمیانه میشی. درد و بلای همه تون تو سر من. فقط کشیده ننویس. یه کلاس با شور، یه کلاس ببین با فرهنگ و دیگه ننویش. برو خوب می جون وایزی می‌بینی؟ عالی. آب بمندش چطور؟ درد و بلاتون تو سر من. ماضی استمراری. میریم پایین. میشنوم میره. شنیده بودم میره. هایلایت رو بده یه نگاه به ما کن. هایلایت رو بده یه نگاه به ما کن. وقتی خبری رو که دائما میشنیدم، هنگامی که این خبر، خبری این خبر. میبینی؟ آقا چرا شد خبری را که مگه نکره است؟ بعدن میخونی چون بعدش الذی اومده معنای خبری که میده. این خبر چیه؟ درست شد؟ در ذهن بری جلوتر. شنیده بودم، شنیده ام، ماضی بعیده، کانه قد ماضی. پس بر سرفه وسط فعل ماضی بعید باز قد میتونه بیاد، میتونه
قد بر سر مزاره یه چیز دیگه است. کانه مزاره بینش قد نمیاد. کانه مازی هم میتونه قد بیاد میتونه قد نیاد که میشه جواب گزینه دو. پس میشنوم ها مزاره است، شنیده بودم ها مزاره است، میشنیدم ها مازی است. فقط آخرش مواظب باش، شنیده بودم شنیده. حالا بین این دوتا شنیده بودم وش ببین بیا تو نمستم پیشی شروع نوشته سفره من کلاست نبودم میشه. خیلی مخلصی خیلی مخلصی ماکن کیو ماکن لونان لای چطو خوبی قربون ماکن مخلصی چطوری؟ به 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 سلام به همه. سلام به اسطوره رو دیدی؟ اسطوره خودش اینجا وایساده. اسطوره رو دیدی؟ به 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 دم شما گرم، دم شاگرداتون گرم که انقدر خفنن. تا حالا اینجوری جواب انقدر خفن همش یه دونه یه دونه جواب میدادن. نه فرما آقا وایسی، میخوای وایسی اینجا؟ نه میخوای وایسی اینجا آقا وایسی؟ میخوای وایسی ما درس بریم؟ آقا وایسی اعزام کیه؟ کاک بر سر من. میخوایم اعزام کنیم همه رو کیف. نه جنگ دادیدی؟ وایمیستی؟ من یه دو سه دقیقه هست. آها اوکی اگه در دقیقه باشته داری وایمیستی؟ من در دقیقه دیگه جمع بچه ها. خیلی مخلصیم بچه ها. آریان حیدری از عشق ترین ها و مشتی ترین رفیقای منه، خارج کلاس اینا هستن. تو رو قرآن سر کلاسش قدرشو بدونید. وقتی هم درس منو میخونین یه عکسشو بزنین کنار که همین جوری جواب تستای منم بدین اگه لعبت بکنین. دوست دارم میام الان میشد عشق من. عشق عشق یاریا ببن چطو حواس جمع. میشنیدم میشنیدم ما که یکیه. برای دوستم نقل کردم گفتم به من گفت فلان من این خبر نیست همین خبر رو دوباره این همین خبر نیست این خبر ضمیره. بگذاریم که شنیده بودم ماضی بعیدی باز میشه و ده تا مثال اینجوری حل میکنم برات. چهار دارم بگم 30 ثانیه. کرکون داریان اومد و در دوارش رو سرم. آب به ما ندی بخوریم. بگو هی اینه کانه بر سر مازی بعید. این دانشمندان بزرگ فرانسه نمرو یافته بودن، نمرو داشتن، درخشش یافته بودن، درخشش داشتن. تموم شد. کدوم مازی بعیده؟ مهران کدوم مازی بعیده؟ مهران بین 1 و 2 و 3 و 4 کدوم مازی بعیده؟ خط سبز کشیدم. کدوم بعیده؟ بعید چی داره؟ رفته ام بعیده یا رفته بودم بعیده؟ کدوم بعیده الان بین این چارت؟ بودم. جواب سه. تموم. چه عشق بازیه این وسط. چه عشق بازیه این وسط. مطلب بعدی ببین چطور. مطلب بعدی حواست دقت باشه. قد بر سر ماضی میتونه بیاد میتونه نیاد، اما قد بر سر مضارع حرف تقلیله. قد بر سر مضارع در عربی دهم درس 8 بارها صحبت شده، اینجا هم صحبت شده. قد و قد تفتش عین الحیات فی ظلمات و قد تفتش عین و قد تفتش عین الحیات فی ظلمات. من عاشق این جمله. چقدر شده تو زندگیاتون گفتین چرا دیگه هیچی پای سرم نیست؟ چقدر شده تو زندگیاتون گفتین چرا دیگه هیچی نیست باشه؟ چرا من تنها این موی تنها
چقدر تو زندگیاتون شده به خدایا، چقدر شده نزدیک لب مرز کافر بودن بودید، سنی ندارید ولی چقدر شده تو زندگیامون ناامید از همه جا و دیدی تو اونج اونج تاریکی یه لکه نور ریز میری از اون لکه نوره میری شروع میشه میزنی میترکونی کل دنیا رو، میزنی میترکونی و قد توف گاهی کل چشمه زندگی از یه لکه نور شروع میشه. گاهی ها گاهی ها به قول من اون روز گفتم، به قول خودم گفتم فقط مش سیاش سر در میارن، فقط بر سر فعل مضارع میشه گاهن به ندرت. علی علی 15 ایسان رأسسی تمام میمیره واسه حالا میستره برم چایی قرمه ایپچی هم دعو بکنی تایی مگه داری من توی کلاس ست آب بخورم؟ به من که این کلاس چه وحشیه درجه یکیه. قد در سر مزار گاهن کلماتی که از شخصی همی کنه ترسیم گاهنش کو گاهنت کو قد ان کلماتی که از شخصی ها کتابی در درمان ترسیم میدارم آه گاهنت کو قد انگه گاهی کلماتی از شخصی کلمات شخصی کلماتی از شخصی تأثیر عمیقی میذاره یا چنان تأثیر جرفی میذاره اونا اصلا هیچی. میمیرم برات کلماتی از شخصی یا کلماتی از شخصی بگذاریم جلوترش اتفاقای خفن‌تری هم هست که در افکار و نظرات ما ظاهر میشود که اندیشه ها و نظرات ما آن را نمایان میسازد. اصلا لازم و متعدیش این فعلا با هم فرق داره. برو گم شو بابا. من شاگردم بهش میگن دست چپتو بلند کن، انگوش کوچیک که پای راستشو بلند میکنه. تو میگی لازم متعدی؟ بچه‌م همینی میفهمه، کلماتی از شخص یا کلمات شخص. مهران کلماتی از شخص یا کلمات شخص کدوم میگیری؟ مهران کدوم لازمه کدوم متعدی؟ بیا انگار مثلا اتم گذاشتن جلو بچه دوم دبستان. اگه ممکنه مهران سلطان آیتی ها اینجا جواب هیچکی نمیده، اسطوره آیتی عربی بلد نیست. آه بلدی جونه بازی؟ اگه مهران برگره به من بگه چه میدونم بلد نیست، آخه اینقدر هیچ بلد نیستم. اینگه آریا به من بگه چه میدونم لوگاریتم مثلا 12 به توان 17 منای 2 سینوس 2 آلفا لازم متعدی اون چی میدونه چیه؟ آقا لازم متعدی چی میدونه؟ مهران پهلوان نمیدونه، مهران میدونه. خدا اینا سلاطین آیتی کشور هستن. تست 16 بکشش سیزنی
وگ وگ. 3 ساعت 3 ثانیه شوخی نداریم، شوخی نداریم تو نکته و تست. دان ساعت 9:50 ساعت 9:50 یعنی 1 ساعت و 20 دقیقه تو این کلاس داریم عشق بازی میکنیم و این جوابه. این وضع جواب دادن درد و بلا تو سر من. ببندش. وح وح وح. فقط اصلا پهلیمون یه دونه فول نداریم ما، یه جواب فول نداریم. کارشون درجه یک ترینه. یکی زد نفهمیدم، نه اون که دوباره توضیح میدم. من توضیح بدم متوجه میشی؟ قد بر سر فعل مضارع معنی گاهن میده، جز کدای خفنه، پس بررسیش میکنیم. گاهی به بیشتر از 500 سن میرسه؟ قطعا نمیشه. قد گاهیه، این گاهی نداره، به ندرت نداره. قد بر سر مضارع میشه گاهن یا به ندرت؟ قطعا بیشتر از 500 سال است. خیر، گاهی بیش. بله، حالا بین گزینه 1 و 4 مگر نگفتم یه کد پیدا میکنی؟ کدت هم فعل باشه اول و ضمیر. اولین فعل و ضمیر ها ایناست. قدر بزن پایین. گزینه 2 و 3 گاهی توش موجود نداشت. بین 1 و 4 یک نوع از این درخت های بلند عمرش، عمر نوعی از این درختان بلند. این یک نوع از این درختان بلند عمرشه یا عمر نوعی؟ عمر نوعی یا عمرش؟ پهلمون جون بایزی غلط کردم، داشت کار میکرد پهلمون، غلط کردم. این عمرشه، این عمرشه یا عمر نوعی از این درختانه؟ عمر نوعی. مرگ من جواب دیدی؟ نفهمیدم. میمیرم برم. اینه، این وضعه کلاس ما. ضمناً یادتان باشه به جای کانه هر مازنی دیگه ای هم زمانه میکشه. اقام رعی تو زمانه میکشه. اقام رعی تو تفیل ابو بچه رو دیدم که بازی میکرد. اینجا رعی تو همون کار کانه رو میکنه. بزن هیفده رو. شاهد تو طلابی و طالعونه. شاهد تو داره میگه شعقب. شاهد تو طلابی و طالعونه. 30 ثانیه به خدا بیشتر 30 ثانیه وقت نمیدم. تمام دقت تو تست میکنی همشو. وگ 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 وای مصطفى تو چی کار داری میکنی؟ داری چی کار میکنی؟ داری با من چه میکنی تو لامصطفى؟ مطالعه میکردم میکردن مطالعه میکنند و میره. مضارع نیست، ماضیه. مطالعه میکردم مطالعه میکردن بین 1 و 4 وقتی وارد کتابخانه ای کتابخانه الاره مهران الداره مال گروه سنی 1 سال تا 2 سال و نیمه الداره معرفت سنه کرده مرگ باید نمیشم. کتابخانه معرفت یا کتابخانه ای؟ شدم پشمک ولد. ببندش و نکته آخر. لعل میشه شاید، لیت میشه ای کاش. تو کدوم هنوز امیدواریم؟ توی شاید هنوز امیدواریم، پس معنی امید است میده.
حالا لعلالیت اگه با مزارعه بیاد میشه مزارعه التزامی. میمیرم برات قربونت برم من. میشه مزارعه التزامی. همیشه مهران یکی رو این بلدی؟ همیشه میگن شاید این جمعه میمیرم برات. راجب حضرت قائم، راجب امام زمان همیشه میگن ممکنه ایشون جمعه بیان، واسه هم میگن شاید این جمعه، شاید اینجوری حفظ کن، شاید کاش با مزاره میشه مزاره، شاید این جمعه بیاید، شاید اینجوری بشه، شاید اونجوری بشه. اما اگه لعلالیت با ماضی بیا چی؟ پهلوون من نرفتم مدرسه تو زندگیم فکر کن. بعد میگه من نصیحت میکنی میگه محمد وزی کاش که مدرسه میرفتی، یا ای کاش مدرسه رفته. وقتی لعلالیت با ماضی میاد یعنی اون کار صورت نگرفته. تموم. مثال لعلکم تفلحون، شاید شما رستگار شوید. لیتکم ذهبتم، کاشکی میرفتید یا کاشکی رفته بودید ولی نرفتید. شاید این جمعه بیاید. مضارع التزامی معنی میشه شاید این جمعه بیاید، شاید پرده از چهره گشاید، شاید وقتی که لعلالیته. پس اصلا داره نشون میده که ماضی استمراری و بعید به جور ساخته میشه، یا کانه مزاره یا ماضی مزاره یا لعلالیته ماضی. ماضی بعیدم همینجور، یا کانه ماضی یا ماضی ماضی یا لعلالیته ماضی. 18 رو بزن. محمد وازی گفت لعلالیته وقتی با فعل ماضی میاد هم میتونه استمراری معنی شه، هم میتونه ماضی بعید معنی شه. مثلا سلطان این دیگه. 18-30 ثانیه. امیر جون نوکرم، واکو واکو باریکلا باریکلا کلاس باریکلا کلاس. از اون کلاس هایی داره میشه توش نوبان هست، توش مرداد فت و فراب و مرداد و نوبان هست. آرجون داره نشون میده توش یه کوه شاگرد با انگیزه خفن مشتی هست که درد من چطور درد و بلاتون تو سر من که با این کلاس جر میدیم میریم جلو با کلاس خفن جنتلمن لیدی که یه دونه پیام فول نداشت. مهران تو پیام فول دیدی؟ مرگ من تو دیدی؟ اگه دیدی بگو. والا نهیدیم ما، شاید من حواسم نبوده ولی بچه ها که دیگه 24 حواسشون هم. لعیته شاید نیست، ای کاشه. لعیته ای کاشه، ای کاشه، کاش هم میتونه باشه. بین بقیه تضاد، هیزم شکنی، هیزم شکنی، هیزم شکن، هیزم شکنی نکر از قاطع العتب. مهران ال میگیره معرفه است یا نکره؟ نمیرم برای تیزم شکن نمیره. باز بین گزینه 3 و 4 ای کاش تیزم شکن آویزان میکرد آویزان کند، چون مبادی میاد آویزان میکرد جواب گزینه 3. غیر از آویزان میکرد اگه نوشته بود آویزان کرده بودم من درست میگرفتم، چون لعلالیت با ماضی هم استمراریه هم بعید. نوکرم عروسک، پس ماضی استمراری 3 جوره، کانه
هانه مزاره، مازی مزاره، لعللیت مازی، مازی استمراری، یذهب و میرود، کانه یذهب و او میرفت، یذهب و میرود، دیدمش که میرفت یا در حالی که میرفت، لعله ذهب، ذهب رفت، لعله ذهب، شاید او میرفت، البته رفته بودم میتونه باشه. ماضی بعید، ماضی بعید کانه بر سر فعل ماضی، یا ماضی بر سر فعل ماضی، یا لعللیت بر سر فعل ماضی. ذهب رفت، کانه ذهب رفته بود، ذهب رفت، رأیت او ذهب، دیدمش که رفته بود. ای کاش او رفته بود، البته میشه میرفتم معنی میشه، ای کاش او میرفت، یا میمیرم برد، یا ماضی استمراری یا ماضی بعید. اینجا رو نگاه کن، تست 20 من استارتشو میزنم، بقیهشو دوباره. لیتنا تجنبنا با ماضی اومده، کاش از شعرهای خرابی دوری کرده بودیم، دوری میکردیم، دوری میکردیم، دوری کرده بودیم. هر چهار تاش درست فعلش. درسته، 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 درست. برو سراغ چیز دیگه ای. شعارهای خرافی یا شعارهایی که خرافی هستن، یه تزار به دین فطری وجود ما اعتقاد میورزید، به دین فطری بود که در وجود ماست، به دین ما که فطریست و در وجود ما توجه میکرد، توجه ما به دین فطری، به دینی بود که فطری در وجود ما قرار دارد. همه تزاد خرکی 30 ثانیه گرفتم، 30 ثانیه. یک نیست آفرین. اوه اوه چی کار دارم میکنم. یک نیست اصلا چنین فعلی وجود نداره، احتمال میورزیدیم نیست. کانه اسنادی ها، جمله اسنادی ها، یک اصلا احتمال میورزیدیم وجود نداره ها. چهارم شعائری که خرافی هستن، ژاپنی چه نرف میزنی؟ شعائری که خرافی هستن چه؟ شعارهای خرافی، شعائر خرافی. تموم. دو با اقتدار آفلیکیدم، زده به دو با اقتدار. ماز نیست پس دوه. به قوله توجه میکردیم فعل ماضی استمراری نداریم اینو. کانه احتمامونا به دین فطری، توجه ما به دینی فطری بود. دوباره بگیم نوکرت هم هستم، یه باره میگم، ببندش چطور، ببندش چطور، نوکرت هم هستم. تست از اول حل میکنم. لیتنا تجنبنا، لعللیته وقتی با ماضی میاد، هم ماضی استمراری معنی میشه، هم ماضی بعید. دوری کرده بودیم، دوری میکردیم، دوری میکردیم، اجتناب کرده بودیم، پس هم این درسته، بودیم هم میکردیم. پس سراغ یه تضاد دیگه میریم، اصلا من خودم حلش میکنم، نگاه کن، من از اول سراغ یه تضاد دیگه میرم. بگذاریم که نکته دیگه ای را میتونی مثل کانه پیدا کنی. کانه احتمامنا به دین فطری، به دین فطری وجود من احتمام میورزیدیم، اصلا چنین ماضی استمراری نداره. مگه کانه با مضارع نباید بیاد بشه میورزیدیم؟ احتمام میورزیدیم فعل این اسمه. توجه میکردیم اصلا چنین فعلی وجود نداره. بین دو و چار میگه تضاد پیدا کنیم. ای کاش کاش از شعائر خرافی
شعائری که خرافی هستند. پهلوون مرگ من این تست آخره. اینو به من کمک میدی؟ شعائر خرافی به نظر تو کدوم یکی از این دوتاست؟ شعائر خرافی، شعائری که خرافی هستند. تموم. Easy as a piece of cake. تمام. قول شرف داده بودم که رو تایم تموم کنم، به قول شرفم عمل کردم. نه الان 11:05 است، دیر دارید. اولا که از امروز به بعد من فقط همین امروز قول دادم رو تایم تعطیل کنم 6 دقیقه. اولا که 3-4 دقیقه صحبت دارم، ثانیا که از اون برم چون صحبت کرده بودم 8 دقیقه، از این ور 8 دقیقه کلاسمون بیشتر طول کشید، واسه همینه. چون علی رغم رایگان بودنش، ادای فردین و مردین و ناصر ملک مطیعی و تختی بازی در نمیارم، ولی یه عمر معلم بودم، ثانیه نشده از کلاسی بزنم. این کلاس که بماند، این شروعشه. کلاس 11 شب من همه کل ایران میدونن، تا ساعت 11-12 ما هر شب درگیریم الان. یعنی خیلی حال دارم میدم امروز سر تایم تعطیل میکنم، چون جلسه صفره. نمیخوام بچه ها اذیت بشن و یه محدوده ای رو از خودم مشخص کرده بودیم. من اول تکلیف و خدمتون عرض میکنم. تکلیفی که شما دارید این هفته یه دونه جزوه است که تکمیلش بکنی تا تست 22. یه تکلیف 30 تسته تو پنلتون قرار میگیره. 3 لغات عربی 12 و درس 1 و 2 رو میپرسم. حالا میگین چجوری میپرسی؟ ما از جلسه اول که جلسه بعد باشه هر جلسه آزمون داریم. 1 من یکی یکی اتفاقهایی که میافته رو براتون تو کلاسه اون بگم. 1 ما هر جلسه آزمون داریم. 2 از هفته بعد که ما جلسه 1 کلاسمون شروع میشه، هر هفته کلاس آزمون داریم. بعد با خانم شهلایی مستحضر هستن همه دوستان که چه انسان کولاکیه و فک و مکت میچسبه زنی. پس کلاس عربی اون یک کلاس آزمون اختیاری هم داره که میتونن تشریف بیارن بچه ها و آزمون بزنن دوش. اختیاری که پرات میرسه وقتی بیای سر اون کلاس. فقط هم واسه بچه های ثبت نامی باز جسارت نباشه سر جا ناراحت نشی. 3 تنها راه ارتباطی ما کانال اینستاگرام منه و اصلا انتظار ندارم تو اینستاگرام عضو باشی. همون پدر یا مادر باشن، فقط بدونن چه خبره تو اینستاگرام من و اطلاعات رو بگیرن، بهتون کامل انتقال میدن. همه هم کانال اینستاگرام منو میدونن، محمد همه میدونن، دبل ام محمد آندرلاین واعظی آندرلاین 1-4 همه طریق این کانال با من در تماس باشن پیج، و همه هم میدونن که این پیج یک پیج بسیار بسیار فعالیه توی معلم های کنکور. شاید ما واقعا به تعداد انگوشه یه دست هم نیستیم معلم هایی که پیجمون در این حد فعالیت داره. تعارف از هم اینجا بود، واقعا فکر کنم فقط پیج من و آریانی که اینجوری داره میره جلو. حالا آریان که از من جلوتر هم هست، زودتر از من شروع کرده الهاز حجمی و کمک داره آریا، من کمک ندارم. مثلا یه خورده ممکنه پاسخ سوالاتون یه خورده دیرتر بدم، ولی واقعا همین یکی دوتا پیجه من باید میام دیگه. پیج معلمی دیگه به همین محکمی اینقدر کار بکنه و پیجم پیج قویه نیست که قویه که یه ما فکر نکنید دنبال ماجراییه، دنبال همین معلمی هستیم و دوست دارم بچه هم در جریان باشن و در اطلاع باشن از خبرهایی که قراره بدم. واسه همینم نمیگم همه عضو باشین، حداقل پدر مادرها یکیشون عضو باشن که بدونن تو پیج ما چه خبره و حداقل بدونن کی معلم بچه هاشونه. نکته بعدی امیر داشته باشه. مورد 4 جزوه قرار بود بشه 2 تا جزوه، نتیجه گرفتیم که اگه بخواد بشه 2 تا جزوه، ما اینجا بخواد بشه 1 جزوه،
15000 تومان ارزون تر میشه. وقتی میشه دو تا یعنی بخشید دو تا جزه میشه دو در یک، 15000 تومان ارزون تر میشه. خارج از اون که بعضی موقع ها جزوه ترجمه زودتر آماده میشد، قواعد دیرتر، دو تا پول پیک بچه ها میگیر میدادن بند خدا. اون 25 تومن 30 تومن پول پیک اضافه یا پست اضافه که بماند، جزوه تکی میاد خدمتون. قسمت اول جزوه ترجمه شروع میشه، وسطش دوباره یه دونه خیلی راحت جلد خورده، وسط جزوهتون قواعد شروع میشه که دیگه نه اذیت شید نه دغدغه داشته باشید. کل جزوهتون بشه یه جزوه خوشگل تر و تمیز، منظم و مرتب. این جزوه یادتون باشه، جزوه رو خودتون میتونین تهیه کنید خیلی راحت. میتونین برین کانال دیجیتال علوی به پشت سر هم .com این سایت میتونین برین و خیلی راحت جزوتون سفارش بدین. خیلی ساده، هر کی هم حال نکرد، اما کسایی که شاگرد من بودن که میدونن سه سود میاد در خونشون با بهترین کیفیت خفن در نهاد، هر کی هم حال نکرد جزوه رو همین امشب واسه کسایی که ثبت نامی بودن، این طبیعت و کل سیستم درست میگم دیگه مهران دیگه، کسایی که ثبت نامی بودن و هستند جزوه کامل میتونن دریافت بکنن. جزوه کلاس ما فقط همین جلسه، جلسه صفرش رایگان بود. جلسه بعدی دیگه ما کلاس رایگانی فکر نمیکنم داشته باشیم، اگه نه تموم شد فقط جلسه صفرمون رایگانه. و جلسه بعد انشالله به امید خدا تمام کسایی که دوست دارن سر کلاس ما باشن سر کلاس ما میان. آرزوم بوده کلاسمون را دوست دارم کل ایران ببینن، شاگردای منو دوست دارم یه ایران ببینن. آقا کلاس ما کلاس به درد بخوری بوده واسه تو، اینم لایوش. دوست دارم جر بدی سفر رو، چش حسود کاسه در بیاد، سکه همه بیاد پایین. تموم شد رفت، یه کلاسه بریم رو لایو. لایو اینستاگرام هستیم. امشب اولین جلسه نکته و تستمون ساعت 11:13 پایان یافت. اسم لشکرمون لشکر 10 اسفنده. این لشکر 3500 تا 4000 نفر عضو فعال لحظه ای داره. چیزی که سرورانشون داد بالای 10000 نفر تو کلاس من هستن الان، چون سرور ستاشو میبندن هنوز ادامه داره. اینو خواهیم دید با هم دیگه. و افتخار من این حسین آقا کهنسال داخلن، تاج سرمان. تا باشه از این رفیقا، تا باشه از این رفیقا، تا باشه از این رفیقا. همه سر کلاسن، همه آمارو داشته باشن. آرزومه که کلاس بهترین کلاس بوده واسه تون. من عشق ترین صفا ترین روز این ماه اخیر رو داشتم با این کلاس. آرزوم این کلاس به همین خفنی، به همین لایو، به این خفنی باشه. 1500 نفر تو لایو من و آرزو میکنم کلاسمون مثمر ثمر بوده باشه. چت منو واکن، کلاس به حال کردن یا نه؟ بچه ها میگن انشالله کلاس به درد بخور بوده، انشالله به امید خدا. آرزومه که این کلاس جانه، اینه کلاس لشکر ده اسفند. اینه ها، بعد نگی لشکر کوه، بعد نگی لشکر لشکر نکن، چاک دهن منو وا نکن. این چاک دهن بذار بسته بمونه. آرومتر پله اون میگه عشقی تو رو خدا کات ندیم، کات ندیم تو رو قرآن. تا کی نگردارم اینو من؟ تا کی این دست لامصب رو نگردارم؟ هی پاک میکنی تو رو قرآن. ببند چتو، ببینی صحنه رو دیدی تا حالا؟ چتو ببند، چت بسته است، چت بسته است. درست شد؟ درست شد؟ لامصب درست شد، خدا رو شکر، الحمدلله درست شد. آرزومه انشالله، آرزومه که این اکیپ خفن ترین جواب کنکور ایران رو بگیرن.
دم همه تون گرم، دم این 1900 نفر گرم تو لایو من. مشتی شماهایی نمیدونید چه کلاسی داشتیم، یه کلاس خفنی داشتیم که مشابهش نبود، تا صبح نگرداشتم جواب میدادن، به جون این 2000 نفر قسم. دم همه تونم گرم. لایوی که از پیش تعیین شده نبود، عشق میکنیم توی دو دقیقه اونیم 2000 نفر تو لایون، و عشق میکنیم که ببخشید انقدر روک میگم، هلوشه 10000 نفری سر کلاس ما بودن امروز و چت میبستیم. به خدا چت ادامه داشت، نمیدونم این پهلوان ننگولکش کرد درست شد. خیلی نوکرم، مواظب خودتون باشین، دم همتون گرم. خیلی چاکریم. بچه های من یه خواهش میشه ازتون بکنم، یه تمنا. از امروز به بعد حرف همه میشه صفر برامون. از امروز به بعد یه کلاس نکتوتس خفنی داریم که باهاش میخوایم توی کنکور قبول شیم. از امروز بعد یه آدم وحشی هار این جلوت وایساده به نام محمد وایزی که هیچی نمیمینه، شاید بالای 70-80% هفتهش دنبال 9:30 شب سه‌شنبه است که با هم دیگه جر بدیم بریم جلو. نکته بعدی، ما به مدت 4 ماه صبح ها حداقل 6 صبح بیدار میشیم. من پیگیری کلاس شما رو به شکلی میکنم، بچه که تا حالا نبودن تو گروه ما بدونن، اگر استوری توی اینستاگرام گذاشتین بدون شک روی استوری میشین، مگر خلاف سیستم اسلامی داشته باشه یا ممنوعیت های فنی داشته باشه. من اینو یه چکی میکنم، اگر اگه ممنوعیت فنی یا اسلامی نداشته باشه، اینو جدی عرض میکنم خدمتتون، یا فرهنگی نداشته باشه، حتما لحاظ نوشته عکس فیلمی که میذارید مواظب باشید، 6 بیدار میشید، ساعت اعلام بکنی تمومه. یعنی تو گروه مایی، تو لشکر مایی، تموم شد رفت. ما بین اون چه میدونم، حالا هر دفعه که میان بچه ها میذارن 200 تا 300 تا 500 تا 400 تا 10 تا هستن استوری که میذارن، من سعی میکنم گلچین کنم و خفنا رو براتون ری استوری کنم، و بدونید که حواسم بهتون است. من که یه عمر 5-5.5 بیدار میشم، دوست دارم شاگردای من هم این خود من زود بیدار شن. شاید این کلاس عاملی باشه واسه تکون خوردن تو، شاید عاملی باشه که اون عشق خوشحالی رو بیاری رو صورت پدر مادرت. من کمکت میکنم، چون خفن ترین لحظه زندگیه که پدر و مادرت به داشتن تو افتخار میکنه. این کلاس افتخار منه، معلمی افتخار منه، من افتخار میکنم معلمم و افتخار میکنم شما رو دارم و افتخار میکنم تا آخرین قطره خونم باعث موفقیت تو میشم. اگه شهرت بود، اگه فقط پول بود، اگه فقط دنبال مسائل مادی بودیم، به قرآن مجید اگه 22 سال من اینجوری تحمل میکردم دووم میآوردم. بدون عاشق کارمم، بدون عاشق تو هم، عاشق این بچه‌ام که اینقدر زحمت میکشن، این پشت نهیدی چیکار میکنن، قوقا میکنن، حتمینه ما کولاکترینن، عشقترینن، عشقترینی، به نتیجه میرسیم، به نتیجه میرسم با هم دیگه کنکور 1401 را، کنکور 1401 را جر میدهیم. محمد وایز منتظرتون هستم هفته ایه با یه کوه شاگرد خفن پرانگیزه، عاشقتونم. چت منو واکو، امری ندارین چت واکو، تیکه آخر دو طرفه لطفا یا امام هشتم، یا امام، خاک زیر پای تک تکتونم، من دوست داشتنی ترینید، دوست داشتنی تا عشق میکنم، عشق. این کلاس میبینم جون و روح و وجودم تازه میشه. تا صبح پای استوریاتون، تا صبح پای پیاماتون هستم، همه رو به دیده چشم میکشم، سرمه میکنم، میمالم به سرم. یا علی مدد، مواظب خودتون باشید، عاشق این کلاسیم که میکس خفن ترین کلاسای ایرانه. یا به قرآن نمیخوام برم، به حضرت عباس دلم نیست برفتن. دوست داشتنید، مواظب خودتون باشید، تا هفته دیگه میترکونیم میریم جلو، جزوه آماده کامل روی میز، چه خود تهیه کردی چه علوی برات فرستاده، آماده ها جلوت باشه. یا علی مدد، جزوه کامل و جلوت میذاری و ما شروع میکنیم هفته دیگه. منتظرتون هستم، عاشقتونم. یا علی.